C. Look at the social English phrases. Who says them? Jenny, Bob or Eddie. به عبارات مربوط به معاشرت نگاه کنید. از این عبارات توی معاشرت کردن با دیگران استفاده میکنید. هر کدومشون رو کی میگه؟ جنی، راب یا ادی. بنویسید جلوشون. Alright, now look at the box. حالا لطفاً به باکس نگاه کنید. Social English phrases. عبارت هایی که توی معاشرت در انگلیسی به کار میرن. It's so cool. یعنی خیلی باحاله. این رو جنی میگه. Right now. یعنی همین الان. این رو هم جنی میگه. Don't be silly. چرت و پرت نگو. این رو هم جنی میگه. Wait a minute. با این لحنی که گفته شد ادی میگه و با این لحن یعنی وایسا ببینم. یعنی میخوام یه مسئله برام مشخص بشه. یه چیزی برام روشن بشه. منظور واقعا منتظر موندن کسی نیست. I have to go. باید برم. Have to یعنی باید. Have به تنهایی یعنی داشتن. معنی خوردن هم میده. I have a pen. من یه خودکار دارم. اینجا وی have رو و تلفظ میکنیم. اما وقتی بعدش to میاد هم معناش عوض میشه و هم تلفظش. I have to go. دیگه نمیگیم I have to go. میگیم I have to go. اینجا وی صدای ف میده. صدای اف میده. I have to go. و have to یعنی باید. با داشتن و خوردن ارتباطی نداره. I have to go. باید برم. این رو جنی میگه. Have fun. خوش بگذره. این رو ادی میگه. What's wrong? مشکل چیه؟ این رو راب میگه. No way. No way میتونید نه بابا. نه اصلا به هیچ وجه. این شکلی ترجمهش کنید. حالا به کانتکست بستگی داره. مثلا یکی بهتون یه خبری میده که باورتون نمیشه. وقتی اون خبر رو داد شما میگید No way. یعنی نه بابا. واقعا جدی میگی؟ یا یکی یه کاری رو میخواد شما انجام بدید و شما نمیخواید. به هیچ وجه اصلا میگید No way. یعنی عمرن امکان نداره این کارو بکنم. American and British English. تفاوت انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی. Store American English. آمریکایی ها به فروشگاه میگن store. Shop British English. بریتیش ها به فروشگاه میگن shop. 9:30. 9:30. ساعت 9:30. American English. آمریکایی ها ساعت 9:30 رو میگن 9:30. 9:30. British English. بریتانیایی ها به ساعت 9:30 میگن 9:30. یعنی نیم ساعت گذشته از 9. Past به معنای گذشته است و 7 یعنی نیم.